و آمین که تک تک شماها عزیزانم مثل مسافرهای خسته و مشتاق به خانه خدا اومده باشین، به مسکنهای خداوند اومده باشین که اتراق کنین عزیزان، و از میزبانی با شکوه یهوه خدا که به وسیله خون و بدن پسر مقدسش برای ما مهیا کرده و امروز ما این آیین مقدس رو به جا میاریم، لذت ببرین. خستگیتون دره و به اهداف و فکرهای خدا برسیم. خداوند ما عیسی مسیح خودش این عشای مبارک رو بنیاد گذاشت تا فرصتی باشه که قوم محبوب خودش حضور او رو، فیض او رو به فراوانی بهره‌مند بشن. ولی در یک صورتی که ما میتونیم این فیض و فراوانی خداوند رو از طریق این آیین مقدس تجربه کنیم که با دلها و قلبهای آماده، مشتاق، انتظار اومده باشیم و همینطور کلام خدا و روح مقدس خدا هم ما رو همراهی کنه. آمین. در این صورتی که ما تجربه شایانی از این مواهب میز مقدس خداوند خواهیم کرد. باشه که امروز هم با دلهای فروتن، عزیزان، دلهای فروتن کلام خدا رو بپذیریم که تک تک ما رو مخاطب خاص خودش قرار میده. آمین. آیاتی از انجیل متی باب 21 آیه 12 و 13 براتون قرائت میکنم. آنگاه عیسی به معبد خدا در آمد و کسانی که در آنجا داد و ستد میکردند بیرون راند و تختهای صرافان و بساط کبوتر فروشان را واژگون کرد و به آنها فرمود: نوشته شده است که خانه من خانه دعا خوانده خواهد شد، اما شما آن را خانه راهزنان، خانه دوزان ساخته اید. میخوام یک لحظه تصور بکنید عیسی مسیح خداوند وسط معبد خدا، خانه خدا ایستاده، با یه خشم مقدس، با یه شلاق به دست اونجا ایستاده و میزهای واژگون رو تصور کنی، سکه های صرافان که پرت شده، پراکنده شده وسط حیات معبد و کبوترها که دارن پرواز میکنن از قفس، گاو و گوسفندا شاد بهبهکنان دارن فرار میکنن و عیسی مسیح خداوند وسط این هرج و مرج ایستاده و داره ظاهر مذهبی معبد رو زیر سوال میبره، ظاهر مذهبی معبد و داد و ستدهایی که داره داخل معبد میشه و حتی قربانی هایی که عزیزان به خداوند داشت تقدیم میشد داره به لانه دزدان، لانه راهزنان تشبیه میکنه و یادآوری میکنه به صرافان، یادآوری میکنه به افراد اونجا که پدر من راجع به خانه خودش چه فکری داره، چه جایگاهی در فکر پدر منه راجع به معبد مقدسش. خانه من خانه دعا نامیده میشه. عیسی میتونست بگه خانه دعا خانه پرستش نامیده میشه، یه توصیفای دیگه بکنه، نیست؟ خانه دعا خانه صفا، صمیمیت، یگانگی در روح، مشارکت نامیده میشه. خانه دعا اجابت خواسته ها و آرزوها و دعا کردن برای اعضای کلیسا خوانده میشه. تمام اینا عالیه، تمام اینا در خانه خدا انجام میشه، ولی عیسی مسیح خداوند خاطر نشان میکنه که خانه پدر من قبل از هر چیز خانه دعا نامیده میشه. عزیزان بیایم امروز این عنوان خاص و جدی بگیریم. آمین.
بیایم از خود بپرسیم زندگی جمعی ما در کلیسای خداوند تا چه حد خانه دعا نامیده میشه؟ زندگی شخصی ما در خانه، در حجرگاه خودمون تا چه حد خانه دعا نامیده میشه؟ مگه من و تو خانه دعا نیستیم؟ خانه خدا نیستیم؟ مگه من و تو معبد خدا نیستیم؟ آیا وقتی به خودت نگاه میکنی خانه خدا رو میبینی در خودت؟ زندگی شخصی ما عزیزان تا چه حد ماهیت خانه خدا رو به معرض دید عموم و زندگی خودت، چشمای خودت نشون داده میشه؟ و دعا، خانه دعا در وهله اول چه خصوصیتی داره؟ آیه تکان دهنده و قدری غم‌انگیزه عزیزان. هر دفعه که من اینو میخونم درد پدر یه جوری در قلب من وارد میشه. در حزقیال باب 22 آیه 30 میگه و من در میان ایشان از آسمان نگاه میکنه، چشمای خداوند تردد میکنه روی زمین، میگه در میان ایشان کسی را جستم که دیوار را بنا کند، که برای این سرزمین به حضور من در شکاف بیستد تا آن را ویران نسازم. اما کسی را نیافتم. از خانه دعا در وهله اول به منظور دعا و شفاعت در شکاف ایستادن برای اهداف و مقاصد الهی، مخصوصا عزیزان در زمانهای اضطراری، در زمانهایی که سرزمینی در حال ویرانیه، و چقدر بیشتر اون سرزمینی که در حال ویرانیه سرزمین ما باشه، چقدر بیشتر اون قوم ما، قومی که در حال ویرانی و هلاکت قوم ما باشه، چقدر در این زمانها شفاعت و دعا خاص و می نهایت مهم و جدی باید تلقی بشه. وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، هر بیداری روحانی، هر تغییر و تحول بنیادی که دارای ارزش‌های الهی و ماندنیه، همه و همه از طریق قدرت دعا صورت گرفته. عزیزان فقط و فقط یک شاه کلید در دنیای روحانی وجود داره و این شاه کلید در اختیار خداوند ما، شاه شاهان ما عیسی مسیح خداونده، و این شاه کلید رو در اختیار اجتماع قوم خدا، بدنش کلیسا قرار داده. در متا باب 18 آیه 19 میگه باز به شما میگویم، یعنی بارها و بارها گفتم ولی باز هم به شما میگویم، که هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره آنچه که بخواهید با هم متفق شوید، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای شما، برای ایشان کرده خواهد شد. آمین داره یا نه عزیزان؟ کدوم سرمایه روحانی این چنین ضمانت اجرایی داره؟ کدوم حواله بانکی این طور دست به نقده؟ چرا دعا اینقدر اهمیت داره؟ چرا دعا و جایگاه دعا در کلام خدا از چنین مقام رفیع برخورداره عزیزان؟ میخواییم بدونین؟ چون عزیزان دعا و شفاعت خطاب تک تک ماست، از ایماندار یه روزه تا ایماندار 30-40 ساله، چون که دعا ماهیت و هویت یک ایمان داره، چون دعا ثمره نجاته. اگه کسی نجات یافته باشه، ثمره نجاتش دعاست، چون گواهه. کسی که تولد تازه داره دعاست. مگه میشه یک نوزاد به دنیا بیاد نفس نکشه؟ میشه؟ وقتی کسی در دنیای روحانی تولد تازه پیدا میکنه، اولین گواه تولد تازهش دعاست. برای همین در اول پتروس 2:5 میگه شما کاهنانی مقدس هستین، نگفته به شبانان، نگفته به واعظین و مبشرین، شما ایمانداران، فرزندان خدا، کاهنان مقدس هستین، که چیکار کنین؟ که به واسطه عیسی مسیح قربانی های مقبول خدا رو به او تقدیم کنید. قربانی های ما در عهد جدید چی عزیزان؟ دعاها
و شفاعت‌های ماست. چندین بار تکرار شده در کلام خدا. در مکاشفه دوباره باب 5 آیه 10 میگه، میگه او ما رو با خون خود از گناهان ما شست و نزد پدر خدای ما پادشاهان و کهنه ساخت. عزیزان، قربانی های روحانی که ما میدیم دیگه گاو و گوسفند و کبوتر نیست در عهد عتیق، بلکه قربانی هایی که در عهد جدید میدیم دعاها و شفاعت هایی که به نام قدرتمند عیسی مسیح خداوند معترف مهر شده، امضا شده. عزیزان، این هدف و مقصود خداست که بارها و بارها تکرار شده که ما نجات یافتگان کاهنان خدا هستیم که از طریق مقامی که در عیسی مسیح داریم، این مقام رو حاصل میکنیم. چطور خدمت فرمان روایی یعنی پادشاهی و کهانت خود دعا انجام بدیم؟ از طریق دعا و شفاعت. شلوساست. قربانی های روحانی ما از طریق دعا و شفاعت که به نام عیسی مسیحه به حضور خدا میرسه. این یعنی فرمان روایی کردن. این یعنی کهانت، ماهیت و هویت خودمون رو به اجرا در آوردن. و دوباره عزیزان، داوود یک تصویر بی نهایت زیبا و قدرتمند به ما میده. تقریبا میشه گفت 15 سال پیش من این برام باز شد و انقدر وشت کردم، انقدر مذبح های دعای من آتشین شد با این خوندن این مزمور که داره از قدرت بدن مسیح، اجتماع ایمانداران از طریق دعا و شفاعت در عیسی مسیح خداوند، در مسیح داره صحبت میکنه. مزمور 110 آیه 1 و 2 میگه یهوه به خداوند من گفت، یهوه به ادونای من گفت، بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم. خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد و تو در میان دشمنانت حکمرانی خواهی کرد. عزیزان، داوود داره به عصای قوت اشاره میکنه. عصا سمبل چیه؟ عصا نشانه چیه؟ نشانه اقتدار حکمرانه. درسته؟ وقتی که موسی عصای خود رو دراز میکرد، چه بلاهایی که بر دشمن قوم مصریان وارد میشد. همطور وقتی عصای خود رو دراز میکرد، چه برکات و مواهبی بر روی قوم خدا وارد میشد. همین موضوع در مسیح عیسی هم از طریق ما صادقه. اما عصا به دست عیسی مسیح خداوند دراز نمیشه. از کجا دراز میشه؟ از صهیون. صهیون سمبل چیه؟ در تمام کتاب مقدس صهیون سمبل اجتماع قوم خدا. در نتیجه عصای اقتدار از کجا بلند میشه؟ از میان کلیسا. چطوری عمل میکنه؟ چه دگمه ای رو بزنی فعال میشه این دینامیت؟ نام عیسی مسیح خداوند عصای اقتدار ماست. آمین. چرا فقط در نام مقتدر عیسی مسیح دعاهای ما بالا میره؟ نه هیچ دعای دیگه ای، نه هیچ اسم دیگه ای، هیچ اسمی. زیر و زیر این آسمان اسمی به هیچ مردمی داده نشده که به واسطه او نجات بیابیم یا آدمها رو نجات بدیم. آمین یا نه؟ الان اشلوس هاست داره یا نه؟ آمین. وقتی کلیسا جایگاه خودشو بشناسه، آگاه باشه به این اقتداری که عیسی مسیح خداوند بهش داده، به این شاه کلید، عزیزان عصا به هر طرف که دراز بشه، نیروهای شرارت، حاکمان،
قاصبان زمانه از آن ریاست ها و فوج های روحانی شرارت در جاهای آسمانی مجبور به تسلیم هستند، مجبور به متواری شدن و زانوش زدن هستند. در نتیجه ملکوت ها که میاد و پادشاهی خداوند ما عیسی مسیح برتری خواهد یافت. باور میکنین عزیزان؟ وظیفه کلیسا اینه اقتداری که در نام عیسی مسیح به او داده شده استفاده کنه تا تمامی نیروهای شرار در همین قرن 21 بدونن که امروز هم شاه شاهان، رب الارباب، تنها یک نفره، عیسی مسیح خداوند، و حرف او و اراده او اول و آخره، نه هیچ حکران دیگه ای. آیا در میان شما شفیع یافت می شود؟ آیا در میان شما کاهن یافت می شود که مقام خودشو بشناسه و قربانی مقبول را به نام مقتدر عیسی مسیح خداوند به پدر تقدیم کنه که مثل عطر خوشبوه به حضور او؟ آیا در میان شما افرادی هستن که امروز کمر همت ببندن، به پا خیزن، از دعاهای تنگ نظرانه، خودخواهانه، که دعاهای قالب مسیحیان اسمیه، که من، بچه من، شوهر من، شفای من، خانه من، شغل من، آینده من آزاد بشه عزیزان، آزاد بشه و نام عیسی مسیح رو بلند کنه و به غیرت بیاد و با خدمت کهانت خودش ماهیت کلیسا رو که خانه دعاست به جایگاه اصلیش برسونه. کسی هست در بین شما؟ ایمان دارم که خداوند قلبای حق جویان، قلبای فرزندانش و سرسپردگانش رو امروز لمس خواهد کرد. امروز خون شفاعت در رکای کسایی که پیرو حقیقی عیسی مسیحن امروز جاری خواهد شد. اول تیموتائوس باب 2 آیه 1 و 2 خیلی مورد عالی اشاره میکنه. میگه بعد از اینکه دعا میکنی برای مردمان، جمعی انسان ها، عالیه، دعا کنین، ولی مهمترین موضوع اینه که برای صاحب منصبان دعا کنین، در یک کلمه برای دولت دعا کنین و دولت خودتون، برای دولت خودتون دعا کنین. عزیزان چه بسیار دعاهای ما که صبح تا شب برای بیماران به 10 نفر سفارش میدن عالیه. برای واعظین دعا میکنیم، برای خادمین دعا میکنیم، برای گمشده ها دعا میکنیم، ولی طبق دستور الهی دعا برای دولت از مهمترینه. چرا خدا میخواد ما برای دولت دعا کنیم عزیزان؟ چرا انقدر دعا برای مسئولین مملکتمون مهمه؟ من این سوال رو با یه سوال، چند تا سوال جواب میدم. چه نوع دولتی موعظه انجیل رو آسان‌تر میکنه؟ دولت خوب یا بد؟ چه نوع دولتی حافظ نظم و قانونمندی های درسته در کشورش؟ دولت خوب یا بد؟ دولت خوب، آمین. چه دولتی آزادی فردی رو، آزادی بیان رو در مملکتش تضمین میکنه؟ دولت خوب. تمامی اینا در قانون اساسی وجود داره که دولت خوب او رو برنامه ریزی کرده، درسته؟ برعکس دولت بد و منفور، دولتی که مردم رو از حقوق بشر محروم میکنه، آزادی اعتقادات رو منحل میکنه، مردم رو از تعالیم اعتقادی خودشون دور میکنه، محروم میکنه. همینطور که میبینیم، الان داریم میبینیم در ایران، در افغانستان، در کشورهای کمونیستی، خیلی زیبا، خیلی قابل رؤیت عزیزان. خواهر برادرای عزیزم، باورمندانه به خداوند، ما به حکومت مذهبی و عوض شدن آن در ایران نیاز نداریم. باور میکنین؟ حکومت‌های مذهبی همیشه شومترین پدیده تاریخ بودن و هستن.
حکومت‌های مذهبی بزرگترین دشمن حقوق بشر هستند. ملت ایران بیش از 14 است که زیر حکومت مذهبی داره زندگی میکنه و میوه‌های تلخ این حکومت رو داره به زور تناول میکنه. درسته یا نه عزیزان؟ ما به یک انقلاب روحانی نیاز داریم و این انقلاب روحانی فقط در دعای متحد، در اجتماع قوم خدا، غیوران خدا در خانه دعا انجام میشه. ما به افرادی نیاز داریم که در شکاف بیستن، افرادی که وفادارانه حاکمیت خدا و نظام الهی رو در دعاهاشون بطلبن عزیزان. ما به افرادی احتیاج داریم که قلب‌های منقسم شده ندارن و اقلا قدری از خودشون آزاد شدن و سرچشمه اقتدار این دنیا رو میشناسن. وقتی کتاب مقدس رو میخونیم، دانیال یکی از شخصیت‌های عزیزان برجسته کتاب مقدس بود. چقدر دعاش زیباست. در دانیال باب 2:20 میگه تویی ای خدا، تویی که سرچشمه قدرتی، تویی که پادشاهان رو معزول و نصب میکنی، تویی که حکمت رو به حکیمان و معرفت رو به فتانت پیشگان میدی. جالبه بدونین عزیزان، وقتی روند تاریخ 2500 ساله ایرانو و روند زمانها و تجاربی که دانیال کرد در کتاب مقدس مرور میکنه، میبینیم چقدر هماهنگه، چقدر شبیه همه. بریم بخونین. دانیال خوب میدونست، نمیدونم کیا امروز خوب میدونن، که خدا خیلی موقعها پسترین و بیرحمترین مردم رو برای حکمرانی حتی عزیزاش برمیانگیزه، مثل اون زمان نبوکدنصر. یادته؟ چرا؟ برای تأدیب قومش، برای اصلاح قومش، قومی که در اجتماع اونا پر از ارتداد بود، یهوه خدای حقیقی بازگشته بودن، به سوی بت‌ها رو آورده بودن. بعد از نبوت‌هایی که میشد گوشای اونا پنبه گذاشته شده بود، سرانجام میبینیم اورشلیم ویران شد و قوم به اسیری برده شد. نخبگان و مغزهای مبتکر مثل دانیال و دوستانش از کشورها، کشور اورشلیم متواری شدن. عزیزان این چیزها رو آشنا هستین یا نه؟ آشنا هستین؟ ولی در تمامی این دوران عزیزان، دانیال و دوستاش با دعا و شفاعت باعث شدن که آلت غضب رو به یک آلت رحمت و برکت تبدیل کنن. یک جوان 14 ساله عزیزان به عنوان گروگان سیاسی به بابل برده شد و هرگز عزیزان خودشو وقتی اومد تو بابل سعی نکرد ریشه کنه، هزار تا جا منزل گزینه، خودشو بپرورونه، بلکه هیچ وقت از دردهای قوم خودش فاصله نگرفت. او حتی در میان اون زمانهایی که اختنا بود، در باب 6 میتونیم بخونیم، با فداکاری و استقامت هر روز 3 بار برای آزادی اورشلیم، برای آزادی قومش از اسارت بیگانگان و قاصبان زانو میزد و دعا میکرد. انقدر شفاعت برای قوم خودش دانیال، انقدر شفاعت براش عاجل و مهم بود عزیزان، که حتی تهدید برای جان او، انداختنش تو چاه شیران، هیچ مانعی برای دعا و شفاعت او ایجاد نکرد. چرا عزیزان؟ چرا دانیال انقدر برکت یافته و مبارک شد؟ چرا؟ از وقتی که رفت توی بابل فقط دنبال برتری و حاکمیت خداوندش یهوه بود در بین سرزمینش. و خدا میبینیم عزیزان، بریم بخونیم، مزیدها رو برای دانیال انجام داد. دانیال میدونست که نه فقط خداوند سرچشمه همه قدرت هاست، بلکه سرچشمه زندگی، قدرت های زندگی شخصی خودشه. او چقدر میتونست با دستای کوچیکش، با توانایی و عقل محدود خودش بره زبان بابلی بخونه، آینز به آینز به سوای،
نیست، دنبال شهرت، کار، نسلش، آیندهش، ذریتش، پول جمع کنه، صبح تا شب کار کنه که جون نداشته باشه، حتی یه دعا شب فقط بگه خدای شکرت برای این قضا بگیره همجور بیفته. چقدر میتونست این کارها رو بکنه؟ فقط او زرنگ بود عزیزان، سرچشمه قدرت رو حتی برای زندگی شخصیش میدونست. برای مدت کوتاهی به مقام نخست وزیری رسید. اگه تمامی عمرش جون میکند در کشور بیگانه که یه جونی بگیره در سرزمین، به اینجا نمیرسید. حتی میبینیم بعد از سقوط امپراتوری بابل، در دورانی که مادها و فارسا اونجا حکومت داشتن، سالهای سال دانیال از بزرگترین رتبه مملکتی بود، دست راست اول مملکت بود. چرا عزیزان؟ چرا؟ چون دانیال میدونست که وقتی دنبال ملکوت و پادشاهی خدا و استقرار حاکمیت خدا و برتری خدا در سرزمینش باشه، خدا برای او فکر میکنه. در متی باب 6 آیه 33 میگه دنبال ملکوت و پادشاهی خدا باشین، خدا برای نیازهای شما مزید میکنه. دیگه چجوری بگه؟ و فقط این نبود، نتیجه دعاهای شفاعتی دانیال رو در باب 36 دوم تواریخ میخونیم. چطور خدا داریوش و کوروش رو بلند میکنه تا وسیله برای جاری شدن برکات الهی و رحمت الهی برای قومش بشه. وقتی کوروش پادشاه ایران بابل رو فتح میکنه عزیزان، چه اعلام، چه ابلاغ پرشکوهی میکنه. فقط در یک کلمه من اینطور برای خودم خلاصه کردم که اعلام میکنه یه پادشاه بت پرست عزیزان که خدایی نیست مثل یهوه، خدایی نیست مثل یهوه. برین تو عزرا بخونیم باب 1 آیه 2، کوروش پادشاه فارس چنین میفرماید: یهوه خدای آسمان ها و زمین ممالک زمین را به من داده و امر فرموده که خانه‌ای برای او در اورشلیم بسازم. خانه یهوه، خدای اسرائیل، خدای واحد حقیقی. عزیزان چه شکوه جلالی داره این اعتراف. حقیقتا وقتی من میخونم فقط زانوهام خم میشه. بعد اردشیر پادشاه ایران رو میبینیم در باب 7، چه اصلاحات عظیمی برای قوم اسرائیل انجام داد. عزیزان چی میخوام بگم؟ در پشت تمامی این وقایع دو تا نیروی نامرئی و خاموش همزمان پرقدرت عمل میکرد. یک، اعلان کلام پرقدرت خدا که نبیها دائم ابلاغ و اعلام میکردن، و دعا و شفاعت دانیال. خدا امروز هم چشمای نافذش داره دنبال شفیعان میگرده، کسی که در جستجوی کسیه که برای شفاعت در نزد خدا بیسته، برای اینکه حاکمیت خدا، برتری خدا اقلن در سرزمین خودش حاکم باشه. آمین. خدا داره دانیال ها رو جستجو میکنه که از خودشون و دنیا پرستیشون آزاد بشن. خدا داره استرها رو جستجو میکنه که در این زمان ها برای قوم خودشون، حتی عزیزان در شرایط مرگبار، قوانین مرگبار، برین استر رو بخونین، حکم مرگش میامد، اگه کوچکترین تخطی میکرد ولی ایستاد، گفت اگر هلاک شدم، هلاک شدم، مهم اینه که قوم من نجات بیابند از اسارت این قاصبان. ما به عنوان کاهنان خدا موظف هستیم که برای کشور خودمون ایران که در بحرانی ترین شرایط زمانه است، عزیزان بیستیم در شکاف. خودتون دارین میبینین آخرین بلای ناگهانی چطور اومده ایران در ایام نوروز. باران بهاری که باید برکت و زیبایی میآورد در ایران، بعد از اون همه خوشسالی شد باران بلا. محله های زیبای سعدی، بازار وکیل، دروازه قرآن، من چون شاید ده بار اونجا مسافرت کرده بودم و خیلی دلم سوخت.
اون زیبایی های شهر شیراز چطوری ویران شده، افرادی کشته، زخمی، بی خانمان، آواره. 25 استان عزیزان این سیلاب خروشان سرایت کرده، بقیه استان ها هم همینجور در معرض جایگاه خطر هستند، در حال آماده باش هستند. آلارم قرمز زده شده برای وضعیت وحشتناک سدهای ایران. حوضچه های آبی در حال انهدامه. امروز به خصوص اعلام کردن تمام اون استان های فلک زده دوباره باران شدیدتر میشه. ما به عنوان نجات یافتگان نمیدونم چقدر هنوز در این کشور پر از امن دنبال امنیت خودمون هستیم. به عنوان نجات یافتگان، کسایی که فیض یافتیم در این کشور، راحت داریم میریم و میایم، چقدر غیرت داریم که امروز، نه فقط امروز، مذبح های دعا رو بلند کنیم، بلکه سه شنبه ها بعد از ظهر اینجا دعاست. شنبه ها صبح دعا، چهار پنج نفر فقط میرن، یک شنبه ها افراد اونجا دعا میکنن. مذبح های دعایی که به زور با یه شعله نیمه سوز داره به واسطه یه رهبری پاستور و چند نفری داره همجوری کجدار مریض میکنه. چقدر غیرت دارین، نه فقط امروز، بلکه این روزهایی که مذبح دعاست، شعله های مذبحی که داره خاموش میشه مشتعل کنین، برافروخته کنین به شکرانه این زندگی و امنیتی که در این کشور داریم. بیایم امروز عصای اقتدار عیسی رو در نام مقدسش بلند کنیم، از میان قوم خودمون بلند کنیم، برای صاحب منصبان در ایران دعا کنیم عزیزان، برکتشون بدیم تا افرادی که در این مسیر دارن بلند کرده میشن، خود اراده اونا، عمل کرده اونا با اراده خدا عزیزان یکی بشه، موافق دل خدا باشه. دولتی که برای دولت دعا کنیم که این همه غفلت و بی‌توجهی و حتی به طبیعی ترین نیاز یک ایرانی نکنه. بیاین دعا کنیم افراد با نفوذی، قدرت‌های نظامی که در ایران بلند کرده میشن، اینقدر دچار خودفریبی و تکبر نشن و به یاد بیارن خداست که بلند میکنه، خداست که در زمان معین با کله روی زمین میندازه. بیاییم برای دولتمون، برای مسئولین دعا کنیم عزیزان، تا به جای ترس بارهای استرزا که برای ملت میارن، برای این فرهنگای جاسوسی که نهادینه میکنن در کشور ایران، برای این ستادهای نامحسوس و مخفی که برای زنهای بیچاره دارن در مخفیگاه شیوع میکنه، این قارچ بلند کرده میشه که حتی یک زن ایرانی، یک مرد ایرانی حریم‌های شخصی و خصوصی نداره. دولت به جای رعب و وحشت ایجاد کردن، ترس ایجاد کردن، به خودش بیاد و امنیت ملتشو، راحتی ملتشو در اولویت خدمتش قرار بده. بیایم برای پسران قوممون دعا کنیم، بیایم ناله های خودمون رو برای پسران قوممون بلند کنیم، برای قوم افغانستان بلند کنیم عزیزان، که گفتم مغزهای مبتکر دارن فرار میکنن و فرار کردن. اونایی هم که موندن پر از روان پریشی، مشکلای روحی روانی، در جوانی پیر و فرسوده شدن. عزیزان بیاییم برای دختران قوم ایران و افغان دعا کنیم، ناله های خودمون رو بلند کنیم. دخترانی که یه روزی متانت اونا، اصالت اونا زبون زد عام و خاص بود، ولی گزارش داده شده عصیان های جنسی هیچ وقت در بین دختران و حتی زنان شوهردار اینقدر بیداد نمی کرده و نمی کنه. دخترانی که به جای اینکه زیبایی باطنشون رو پرورش بدن، دائم زیر تیغ‌های جراحی هستن که خودشون رو یکمی زیباتر بکنن، که به خاطر کمبودهاشون، به خاطر اینکه خودشون رو در معرض بذارن که یه ذره محبت و هویت به دست بیارن. اینه وضعیت قوم ما ایران. دعا برای بیبرکتی مالی بکنیم عزیزان، تمام ذخایر مالی، معادنات تمام به غارت رفت،
و ایران پرشکوه که مدح فرهنگ و هنر بود، فراوانی بود، عزیزان پر از آه و حسرت و قحطی و گرسنگیه. شکوه و جلال از ایران رفته، ایران و افغانستان خالی توهی از خدا و زمین پربار نیکوی خداست. بیایم ناله های خودمونو نزد خدا بلند کنیم عزیزان، برای مسیحیان در ایران که با اون بدبختی دارن کار تبشیر رو انجام میدن، کلیساهای خانگی داره دم به دم بسته میشه، مسئولین در زندانهای مخوف رژیم دارن پوست میندازن، کلیساهای خانگی تحت جفاست. هیچ وقت این همه فلاکت در ایران و ایرانی دیده نشده. ایران در حساس‌ترین زمان‌های تاریخ خودشه و خدا داره تمام کلیساها رو، نه فقط کلیسای ما رو، فرا می‌خونه عزیزان که یک کمی از یه علاقه شخصی خودمون، خودخواهی‌های خودمون دور شیم، فاصله بگیریم و ببینیم گندم‌های با ارزش عیسی مسیح خداوند در ایران، اونایی که از شکم بر خداوند انداخته شدن در این سیلاب‌های مهیب، بلاهای ناگهانی، دارن بدون نجات تلف میشن، هلاک میشن. بیایم دعا کنیم کار تبشیر، حفاظت و حمایت الهی بشه. بیداری روحانی که شروع شده نقشه های شیطان و دشمنینه که با رعب و وحشت و ترس در نطفه خفه کنه. بیایم دعا کنیم برای این مبشرینی که جانشون رو کف دستشون گذاشتن که جون بگیرن، قوت بیاور خداوند برخیزه برای این افراد تا تمام دشمنان حضور اونا متواری بشن. بیایم ناله های قوم ایران و افغان رو بشنویم با گوش های جانمون عزیزان، چون تا نشنویم، تا گوشای شنوا نداشته باشیم، چطور ناله های خود رو به حضور خدا بلند کنیم؟ بیان دردهای عاطفی، روحی، روانی این دو مملکت رو اقل هم بشناسیم، بشنویم ناله هایی که پر از درده، از این هجوم ناگهانی سیلاب، بلاهای طبیعی، ناله هایی که به خاطر قلب های شکسته از دست دادن بچه، شوهر، زن داره به حضور خدا بلند کرده میشه. بذاریم این ناله ها رو بشنویم و ناله های خودمون رو به حضور خدا بلند کنیم و همینطور دعا کنیم برای کلیسای محلی خودمون که این ردای شفاعت که برازنده فرزند حقیقی خداست، کسی که سرسپرده است، فقط دنبال نان و ماهی نیست و شونه های ما بیفته نیفته، یعنی بمونه. آمین. که نه فقط روزهای سه شنبه و یک شنبه، شنبه صبح، بلکه عزیزان شفاعت و دعای شخصیته، کسی که به خداوند عیسی مسیح شاخص چسبیده، این شخصیت روحانی که وقتی زانو بزنه اقتدار خودشو بشناسه در حجره گاه خودش، در کلیسا، در کلیساهای خانگی، در مذبح های دعایی که در کلیسا پا برجاست، میدونه حاکم کیه و وقتی زانو بزنه تمام کابینه الهی و فرشتگان خداوند برای او بر میخیزند. بیایم دعا کنیم که خون شفاعت در رکای ایران و ایرانی به حرکت در بیاد تا دانیال ها و استر ها مثل یک سرباز برای خداوند بیسته. اون وقت ببینین اگه خدا برای دانیال، برای نیازهای دانیال اونجور استاد با دستای بزرگش به پوری، با سخاوتمندی، با پیمانه های پر لبریز شده، تکان داده شده ریخت، آیا امروز خدای ما مرده است که برش نیازهای شما فکر نکنه؟ بیایم دعا کنیم که خانه خدا خانه دعا نامیده بشه. آمین. الحال او را که قادر است، عزیزان میخوام متوجه خداوند ما بشین، الحال او را که قادر است بکند زیادتر از آنچه که فکر کنیم، دعا کنیم، شفاعت کنیم. عزیزان یه افتخاره، یه پاگونه روی دوشای ما. او قادر بیشتر از این حرفایی که در نزد خدا ما حتی چرت و پرته، اون حقایق الهی حاضره انجام بده. برای امروز و هر دفعه که زانو میزنیم از خودمون آزاد میشیم، بیشتر از اون که فکر کنیم
قادر خداوند ما انجام بشه و او رو تا جمعی نسل ها و دوران ها جلال اکرام تکریم باد. آمین. امروز میخوایم وارد یک کار عملی بشیم. اگه این پیام با قلبتون حرف زده عزیزان، ما امروز میخوایم به گروه های 5 نفر، نهایت تا 7 نفر، همه با هم دایره وار دستای همو میگیریم. اینجا موضوع های دعا انداخته میشه، صداهای خودمون رو نال بذاریم، روح القدس قلب ما رو ریش کنه، بذاریم رو از روح القدس بخوایم یک کمی فکرامون رو از نیازها، خانه من، بچه من، سلامتی من، پاس من، زبان من. خدا میدونه و عاشق اینه که نیازهای شما رو بدونه بده. خدا خدایی که بر مشقت و غم نگاه میکنه، ولی امروز بیایم به قوت روح القدس اینا رو بذاریم کنار، چشممون از شرایط خودمون برداریم، به سوی خدایی که در یک طرفت العین قادر با پوری به ما بده بندازیم و برای قوممون ایران و برای افغانستان امروز بیستیم. موافق هستین؟ گروه های 5 نفره و 7 نفره دستاتونو به هم بدین، ناله هامونو در شفاعت و دعا برای خداوند بلند کنیم، ایمان داشته باشیم که خداوند میشنوه و آمین و بعلیه در آسمان. و پاستور اینجا می نوازه، درسته؟ 3 دقیقه برای هر موضوع دعا عزیزان، 3 دقیقه. قبل از اینکه 3 دقیقه تموم بشه، پاستور با موزیک پرستش همینطور هوشیار میکنه که نریم، یعنی تا شروع میکنه شما هم همینطور دعاهاتون رو به اتمام برسونی و بعد از 3 دقیقه موضوع دیگه، موضوع بعدی. آمین. پس به پا خیزین سربازانه سلحشور خداوند ما عیسی مسیح، به پا خیزین منتخبین، به پا خیزین سر سپردگان، به پا خیزین کسایی که غیرت دارین برای خانه خدا و میخواین خانه خدا خانه دعا نامیده بشه.
از راه های بلخیش بازگشت کنند. آنگاه